دوستای عزیز سلام، وقت همه شما بخیر. آرزوی سعادتمندی همه شما دوستای نازنین ندارم. امیدوارم هر گوشی از دنیا که هستین آرام باشین، خوش باشین، صحت سرحال. من باسم توفیق حیدری هستم خدمت شما دوستای نازنین. امروز اکثر که البته در بک‌گراند شما میبینین، یعنی خاص نمیخوایم روی موضوع صحبت بکنم، موضوع چیز دیگر است، اما اینا به عنوان مثال است که من برای شما ویدیو کلپ های دینا رو برای شما نشر میکنم. امیدوارم تا پایان با من همراه باشین و ویدیو رو اگر خوشتون آمد لایک و سابسکرایب از یادتان نره. خوش آمدین دوباره دوستان. یک چیز رو امروز یعنی تمام شما مطمئن هستم متوجه هستم، یعنی تنها من نیه که من بگم بلا من متوجه هستم، اما بعض دوستان هستن که یایی که سرسری از او مگذره یایی که توجه زیاد نمیکنم. امروز فضای اجتماعی یا سوشیال میدیا، رسانه های اجتماعی تمام زندگی ما شده، تمام زندگی ما به این مانا که ما هران کار که میکنیم، هران عمل را که انجام میدیم، او را گوش میکنیم که در فضای مجازی او را پرتیم، نشان بدیم کلا چی شد چی نشد. یعنی شما اگر آل مطالعه بکنین یا ببینین، تمام کار ما از همچشمی و سیالداری اگر بگیم در فضای مجازی است، اگر یک ما مثلا یک ختم قرآن داریم در فضای مجازی است، اگر ما یک خیرات داریم در فضای مجازی است، اگر ما یک جای سفر میکنیم فضای مجازی است، اگر ما یک مشکل حتی پیدا میکنیم در بین فامیل فضای مجازی است، اگر ما ابراز محبت میکنیم با خانواده خود از طریق فضای مجازی، یعنی تمام زندگی شده فضای مجازی. این خیلی خطرناک است. خطرناک به این دلیل است که یعنی مصروف بودن به فضای مجازی ما را از زندگی حقیقی دور میکنه و در آینده مشکل جنجال های دیگه به وجود میاد. و خیلی از دوستا هستن که موضوعات شخصی شانه یا مثلا زندگی روزمره شانه شامل شریک میکنه در فضای مجازی، و از زمانی که کسایی میان از او انتقاد میکنه یا در مورد صحبت میکنه، باز اینا دوباره خفه میشه، جگرخون میشه و میخواد که یک عکس العمل از خود نشان بده. ما وقتی که یک ویدیو رو مثلا از زندگی خود، از خود یا از هر موضوع فامیلی است، اجتماعی ما، هر موضوعی که است، اگر ما میخواییم که یعنی در حقیقت در سوشل میدیا رو اپلود بکنیم، دقیقا ما میخواییم نظر طرف مقابله در این مورد بفاهم. اگر اون یک چیز نباشه خب ما نمیخواییم که اپلود بکنیم. یعنی دو جنبه داره که ام منفی است ام مثبت است. متاسفانه خیلی از دوستا هستن که مثلا ویدیو اپلود میکنن، یک ویدیوی معلوماتی است، یک ویدیوی که مثلا ولاگ ثبت میکنن، اینا در یک جای سفر میکنن یا شهر و بازار، فرهنگ یک مردم، برخورد یک مردم، غذاها، این موضوعات نشان میده. این یعنی در کل میخواهد که یک معلومات کلی در یک مورد یک مملکت، در مورد یک منطقه بر مردم ارائه بکنه. اما یک تعداد هستن که اونا در باره زندگی خودشان مثلا اپلود میکنن، ویدیو میمانه دیگه میمانه. یعنی در حقیقت اگر ما ویدیوهایی را که در مورد ویدیوهای معلوماتی است یا دیگه است، خب میگه باید مردم از این استفاده بکنن، اما اگر وقتی که ویدیوی معلوماتی نیست، ما دقیقا از زندگی شخصی خود ویدیو میمانیم، یعنی ای به این معناست که طرف مقابل یا کسایی که مثلا فالوورز ما هست، کسایی که با ما دوست هستن، رفیق هستن، اونا رو ما در زندگی شخصی خود داخل کردیم. اما زمانی که در زندگی شخصی ما کسی داخل میشن، پس در اینجا طبیعی است که انتقاد میشه، صحبت میشه، تو چی کردی، چی نکردی، چرا ایتا شد، چرا اوت شد. شما یک ویدیو کوتاه رو ببینین، یک خانومه که با یک پسر افغان است، ربی و نامی خانم خوشی است، اینا یک ویدیو اپلود کردن که یعنی زندگی که داشتن دوچار کدام مشکل شده. یک ویدیو کوتاه است. سلام لشقندی میکنم کل دارا نمیوقتم تنها صدا بود که شما ایره شنیدین. یعنی
مثل که پیشتر گفتم که تمام موضوع ما آمده در فضای مجازی، تمام موضوع ما آمده در سوشل میدیا. ای بجای ای که یک مشکل حل بکنم، مشکل بیشتر میسازه. چرا ما نمیریم با افراد حقیقی صحبت نمی کنیم؟ چرا ما نمیریم با، اگر ما مشکل در فامیل خود پیدا میکنیم، مشکل در بین خود ما خلق میشه، یک مشکل شخصی حتی خود ما داریم که به هیچ به فامیل هم ربط نداره، تا یک ما بیاییم مورد فضای مجازی شریک بسازیم، چرا ما نمیریم با افراد حقیقی صحبت نمی کنیم؟ چرا ما نمیریم دوستایی که بیرون از فضای مجازی داریم ما با اونا صحبت نمی کنیم؟ میایی میره مندازیم در سوشل میدیا که غوغا با پا میکنیم ولایت شد. باز میاین شکل از اشکال طرف مقابل یا کسایی که مثلا بیننده بودن، کسایی که مثلا فالوورز از اینا بودن، به یک شکل بود میایم همی تمام گپا رو سر از اونا مندازیم. این شورشون دیگه صحبت میکنن، این مردم نشستن در تیک تاک و این سوس ویدیو دست به دست کردن. بیادر خم زندگی دارید، اگر ندارید یک آدرس براتان بتم بیان که من کار و بار براتان پیدا کنم. بلی از خدا بس کنید. افغانستان در چی حال است؟ شما در چی گپا موندین؟ باز فقط آمدم براتون بگم زندگی من خوش خوش و آرامی است و دخالت زیاد نکنید، باور کنید از او بالا میخورین. ما حالی فهمیدم دوست و دشمن کی است، قشنگ فهمیدم. فکر کنم 80% مردم دنیا انتظار است به این فرصت و به این وقت. خب شما ببینید اینا در گفته هایشان چی میگن؟ موضوع مهمتر از افغانستان نمیفهم، ای او شما و کل گپار ایلا کرده این آمدین در پشت ما، این نظر میتین اون نظر میتین. خب زمانی که خودت میایی زندگی شخصی تا شریک میکنی با بیننده، زندگی شخصی تا میایی شریک میکنی با کسایی که در فضای مجازی هست، پس اینا حق از اونا هستن که در مورد شما هر صحبت بکنن. اگر اونا صحبت منفی میکنن یا صحبت مثبت میکنن، خب اولش باید منفی نشه. اما ما نمیتونیم که بگیم کلی باید به یک نظر باشه ما را یک صحبت منفی بکنه یا یک ما را یک نظر ببخشن نظر مثبت بده و کلش نظر مثبت باشه. هر کس برداشت خدا میگه، هر کس نظر خدا میده. اما ما نمیتونیم پس بیایم بگیم که برادر تو چرا این رقم کردی؟ چرا تو زندگی شخصی تا شریک ساختی؟ تو زندگی شخصی تا آمدی در سوشال میدیا بر کسایی که فالوورز تو هست، یعنی توی رو بر خود لازم دانستی که او از زندگی شخصی تو بفهمه، او از خوشی های تو بفهمه، او از غم تو بفهمه، او از این بفهمه که تو کجا میری نمیری، چی میخوری نمیخوری، از تمام چیزش خواستی که بفهمه. اما امروز، اما او روز که بر شما نظر میداد مشکل نبود، اما امروز وقتی که نظر میده یا صحبت هایی میکنه شما سرتان بد میخوره. باید این کار نشه. در قدم اول ما باید بفهمیم فرهنگ استفاده از سوشل میدیا را بفهمیم، فرهنگ استفاده از ویدیو گذاشتن یا پست کردن یا صحبت کردن در فضای مجازی را ما باید بفهمیم، بعد از او باید داخل شویم. ما شما زمانی که در هر پلتفرمی که داخل میشین یک چیزی به نام پرایویسی است، یعنی پرایویسی رو شما میرین در اوجه، یعنی چیزی که مثلا میگه که شما چی رو میخواین شیر بکنین، با کی میخواین شیر بکنین، با کی نمیخواین شیر بکنین، کدام بخش از پروفایل تانو ببینه نبینه، این تمام موضوعی است که یعنی پلتفرما داره که شما پرایویسی. وقتی که شما یعنی در زمانی که در سوشل میدیا داخل میشین و هیچ نوع پرایویسی رو در نظر نمیگیرین، پس عاقبت این کارهایتان رو باید در نظر بگیرین. اگر کسی میای نظر میده باز بالای از او به یک شکل گفته یکان تا گلون تا دبل نکنین. مورد دیگه که در مورد اماین افغان است، اماین افغان چند روز پیش یک ویدیو کوتاه رو گذاشته بود که ولی من زمانی که آمدم خانه خریدم نمیفهم و ترکیه آمده بودم اینی گپا خیز که ولی خانه خریدم موتر خریده فامیل من برای من یعنی تقریبا خفه شد که خودت قپیس از کجا کردی ما را ندادی و دیگه نکه ای رفتی ای کار کردی. گپای زیاد در مورد ای که در سوشال میدیا باز ای چند روز در مورد من گفته میشه. دوستا گفتن که یک ویدیو بساز که در این مورد گپ بزنی، از زبان خودت بعض موضوعات بشنوی.
در رابطه به خانه 1.5 میلیون دلاری ما زیاد کسا یگان چیز میگن، مثلا زیادتر کسا پیام میکنن که قدر پولا را از کجا کردی خودت که خب بودی و آل پولا را کشیدی در کجا نگاه کرده بودی. و یکی هم در مورد از این که همایون افغان چطور میتونه زود رفت آمد بکنه، ایران میره، افغانستان میره، دوباره پس ترکیه میایه، ای کدام گپ هست در اینجا؟ یوتیوبر هم دیگه کار نداره، فقط سوژه میپاله و دیگه میپاله. برادر عزیز، این تنها موضوعی نیست که یوتیوبر، زمان خودت میایی شریک میسازی. این ویدیو شایی ببینین. خبره که میخواستم براتون بگویم، پیسه رو دیدین اندازه شد حدودا 1.5 میلیون دلار است. باش گره کنیم باش. نه باشه باشه باشه. 1.5 میلیون دلار است. یکمه که در سرش لیره هم است و به همی دلیل میخوایم که امشب بخیر ما و شما شاهد خبر خوش از ما باشیم. خودت شریک ساختی، خودت شریک ساختی که اینی کار کردیم. ما خریدیم، ما موتر میخرم، ما میرم در کشتی، کشتی میخرم، خانه و موتر و یا؟ بله ما بخیر صبح کشتی میخرم. بیبی که زیتاسی رو آمدیم ما سرچپه گرفتیم کار در ما میگم چور ننه یه بره بله. صبح بخیر یک کشتی میخریم، باز به خاطر شیرنیش یک محفل هم میگیریم، حتما شما را میخواییم. بخیر. این چیزایی است که خودت گفتی، اتو نیست که مثلا یک نفر بیاید پشت خودت ایستاد شوه که امرای خودت رقابت داشته باشه یا چشمی داشته باشه و که دیگه و دیگه. ما متاسفانه ما تا یک زمان میخواییم که یعنی تا آخر عمر دیگه خلاصا میخواییم که ما شهرت داشته باشیم، ما روی زبان ها باشیم، ما از ما مردم یاد بکنه. اما این باید متوجه باشیم که اگر یاد میکنه به خوبی یاد بکنه، اگر در مورد ما صحبت میکنه به خوبی صحبت بکنه. این که ما مثلا از یک مرحله زندگی عبور میکنیم به یک مرحله دیگه میرسیم، یا مثلا بعض اوقات خود نمایش میدیم یا نشان میدیم که ما انسانهای خیلی فهمیده هستیم، شما کسایی که بیننده هستین چیزی رو نمیفهمید. در حقیقت چون این چیز نیست. یک مصاحبه رو شما ببینید که همه این افغان کردن. سلام، صبحتان بخیر و خدا معرفی بکنین. سلام، صبح شما بخیر. سهر عبادی هستم از مکتب سلطان رضا سنت 12 دو. در زمان ما الف و بی بود. حالا خب زمان پیش رفت. خب شما هم کار میکنین در خانه؟ بله، از حد بیسر کار میکنم. چه کارا رو زیاد میکنین؟ خب تمام کارهای خانه رو میکنم. کاری است من کار کردم میتونن این یک گپ است که مردم که شایعات کردن. آمادگیتون به خاطر هیچ چی است؟ به خاطر هیچ. خب آمادگی زیاد داریم. از یک دختر متعلم رفتی دستم فی یک مصاحبه میگیری و گفتی خودتان یک گزارش میگیرین، اما سوالایی که شما در اوی پرسان میکنین هیچ مرتبط نیست. خودت در صنف داخل شدی میگی دیگ پختن یاد داری، خودت در صنف داخل شدی میگی که برای اید آمادگی گرفتی کار خانه را چی یاد داری نداری. یعنی یک کار کاملا یک سوال یعنی که هیچ ربط نداره و خیلی غیر مسلکی و خیلی یعنی دقیقا وقتی که شما این رقم ویدیوها رو میبینین، اما کسایی که واقعا خبرنگار هستن یا تهیه گزارش تهیه میکنن دیگه میگن واقعا اونا پیش خود خجالت میکشن که یعنی آمده این مسلک به دست کی ها افتیده. هدف ما در کل ای است که یعنی ما زمانی که یک موضوع رو در سوشل میدیا به اشتراک میگذاریم، اول باید متوجه عاقبت از او باشیم که در آینده چی صورت میگیره نمیگیره، و ثانیا زمانی که کسی میای نظر میده صحبت میکنه در این مورد، ما دیگه حق ازیر نداریم که بالای تو بریم بگیم والا تو چرا تو گفتی، ما از خاطر تو فامیل می رقم شد، مشکلی رقم شد. ما تمام زندگی ما را حالا ما ساختیم سوشل میدیا، از زندگی حقیقی بیرون شدیم. الان من نان میخورم یک دن عکس در فلانی جای، الان من اینجا میرم، الان من اونجا میرم. اصلا انسانهایی که یعنی درک بالا داشته باشه، انسانهایی که یعنی یک ذره یعنی به زندگی واقعی خود ارزش بتن، اونا این کار رو نمیکنن. خودت مثلا پول میکشی در رخ مردم. خبری که میخواستم براتون بگویم، پیسه رو دیدین اندازه شد
حدودا 1.5 میلیون دلار است. باش گرا کنیم که من 1.5 میلیون دلار است میرم پول میخرم. کلش دلار است، چند هزار لیره است، یا مثلا موتره پول میکشی دیگه. صفر 2022. تبریک خودم باشم، تبریک شما هم باشم. حتما یک روز دو سال میگم البته. چی کردی بیادر آوردی پیسه؟ او روز هم پیسه رو بر دوستان نشان دادیم. امروز لیره است، او روز دلار بود، دسترش ما لیره چینده بودیم، اما امروز یک مقدار شده پول نشان میتی. ای زندگی توست، ای کار توست، ای مربوط به من نمیشه، مربوط به هیچ کس دیگه نمیشه. خب اگر کسی میای انتقاد میکنه، پس خودت جگرخون نشو، خودت خفه نشو که الان چرا انتقاد کرده، دیگه سوژه نداره، فقط درباره من صحبت میکنه. شما خودتان میخواین که سوژه باشین. وقتی که خودت میخوای سوژه باشی، پس چرا دوباره میای گناه را در گردن دیگران میندازی؟ وقتی که خودت از هر لحظه میخوای که، یعنی من ویدیو این وایرال شوه و دست به دست شوه، من گپ من سر نام من سر زبان ها باشه، ای پس دیگه مشکل مردم نیست. سرجلوششتم شاید شما بگوین که چرا سرجلوششت آدم مریض. یعنی شما کوشش بکنین که ای به یک شکل عوام فریبی هم میتونیم که بگویم، یعنی ما مردم به یک شکل فریب میتونیم، فریب به ایمانا که من نمیخواستم یا من نمیخوایم که اینی چیز که از دوارش گپ بزنم و اینا به خاطر که ادمان رای من حسودی دارم، رای من دیگه دارم، میخواه که این ویدیو ما رو نشر کنید. در حالی که شما این کلپک کوتاه رو ببینید، سعی کنید که کل ویدیوهایی که اینا انداختن یا از سفرشان بوده، از هر موضوعی که بوده، کل شده اوجه خودشان گفتن. ترکیه و شماره تلفنشان هم اوجه ذکر کردن، شماره تلفن ترکیه را. باید دیگه جای خوشخبری هماین افغان، هماین افغان شیرینی خانش را با دوستانش کشتی سواری کرد. تخم و بانجان رومی و نمیفهم گروگانگیری و از این قبیل گپا، یعنی تمام چیزهایی هستن که اینا خودشان شریک ساختن، نه ای که کس تهمت بکنه یا ای که مثلا از روی همچشمی یا بخیلی کدام گپ ناخدا پشت زیرا بسته بکنه. شما دیدین این ویدیوی کوتاه، حتی مثلا من در فلان شهر هستم، اینی شماره چیم هست، شماره تلفنم هست، چی ضرور؟ شما از زندگی حقیقی دور شدین، شما از زندگی حقیقی دور شدین. اگر کسی می بالای شما انتقاد میکنه، باز مثل که در گذشته ها والا یک اشتباه میکردین، باز میگفتین والا ما یک خدمت کردیم و خدمت ما رو به یک اشتباه شما میگیرین لگد مال میکنین، در حال که کو خدمت برادرم. خدمت چیست؟ خدمت از نظر خودت چیست؟ خدمت امی است که ما باید پول ما در رخ مردم بکشم؟ خدمت امی است که ما باید لذت بردن که در دک جای هستم لذت میبرم و خوش هستم و دیگه هستم، او رو ما باید بر روخ دیگر را بکشم که به به من تو یک جای هستم، این رقم هستم و انتقادم که میشن سر انتقادم که میشه بالایتان، باز میگه نظار دلیل میگه که الان این رقم هست و رقم هست. از فضای مجازی ما یک یعنی فضای مجازی بیخی یک لجنزار شده، ای تو برتان بگویم. اگر یوتیوب ببینین، اگر فیسبوک ببینین، اگر تیک تاک ببینین، در مجموع یک لجنزار شده. یعنی کاملا وقتی که شما میرین در اوج داخل میشین، یعنی غیر از تعفن دیگه یه چیزی را شما احساس کرده نمیتونین، یا به این شکل یا به اون شکل، یا به نام قوم یا به نام ای یا به نام او یا به نام این، دیگه چیزی نیست. شما عزیزا، افغانا، دوستا، فضای مجازی را کوشش بکنین که خوب استفاده بکنین. من نمیگم که مثلا فضای مجازی بد است، فضای مجازی خوب است، اما اونقدر استفاده نکنیم که گروگان بگیره ما را. اگر چه حالا متاسفانه امیر قم شده که طفل ما در گرو فضای مجازی است، خانم ما در گرو فضای مجازی است، خود ما در گرو فضای مجازی هستیم. روز شما در یک محفل میرین دیگه چیز نیست،
و رموج فقط تلفن است، هر کس مصروف تلفن خود است. شما اگر در ختم میرین به مو شکل، شما اگر در پارک میرین برای تفریح، اینا کار نمیگن. وقتی که در تفریح میرین، به جای اینکه لذت ببرن از تفریحگاه، لذت ببرن از ماحول وجه، فقط مصروف اینمی است که باید عکس بگیرن که در استوری باید بانه عکس بگیره، که باید پروفایل چند شده، باید لوکیشن خود تک کنه، از یه قبیل گفا. اما در کل اینو بگویم که کسایی که میای زندگی شخصی خود شریک میسازه در فضای مجازی، عاقبت باید در نظر بگیره. یک و ای که مردم وقتی که نظر میده، پس به اونا توهین نکنن، باید قبول بکنن. باید شما بفهمین، اول بفهمین که از فضای مجازی چی رقم استفاده کنیم، بعد که فهمیدین پرایویسی رو باید در نظر بگیرین. او را مگر درست درک کردین، باز وقت اگر زندگی شخصی تان را میمانین دیگه میمانین، پس این موضوعات هم در نظر بگیرین. نمیفهم که گفته های ما چقدر به نظر شما درست است، اما باز هم با کومنت هایتان میتونین مرا متوجه بسازین. تشکر.